بعد من برم دور بزنم. و یکی دیگه دوباره ساری بابا اینم هی میره تونم بذارم مثلا تو اینجا صرف کنم نه همیشه الان من جایی که میشه اصلا درسته نه آره اونم در حالت آخه ما دکترها به همه میگیم اینجوری نشه ولی دیدی تا حالا سلامی گرم و پر انرژی به شما فارسی زبانان عزیز در هر گوشه دنیا که هستید. من پروانه انداچه هستم. به برنامه سلام سلامتی خوش اومدید. هدف ما از این برنامه این هست که ابعاد مختلف بیماری و سلامتی رو با شما در میون بذاریم. اینکه بیماری ها فقط علت جسمانی ندارن بلکه ابعاد روحانی و علت های روحانی هم دارن. پس به بیماری ها بدرود میگیم و به سلامتی سلام میکنیم. سلام سلامتی. حتما شنیدید که بعضی وقتا به هم میگیم غصه و بیماری آدم رو پیر میکنه، اما هیچ وقت نمیگیم شادی به سلامتی ما اضافه میکنه، به طراوت ما اضافه میکنه. یا میگیم بیماری ها مصری هستن، اما نمیگیم سلامتی هم مصریه. دیدید تا حالا به یه بچه نگاه میکنیم و میبینیم که وقتی لبخند میزنه ما هم لبخند میزنیم، یا اگه ما بخندیم اون کودک هم میخنده. یه انفعالاتی اینجا داره صورت میگیره که ما ازش بیخبریم. امروز میخواستم راجع به اثر شادی در مورد و اثرش بر روی سلامتی بدن چند کلمه با تون صحبت کنم. یه تحقیقاتی در دانشگاه اوهایو در مرکز تحقیقات رفتاری انجام دادن بر روی دانشجویانی که در دوره امتحانیشون دیدن که با یه آزمایش ساده خون دیدن که سیستم ایمنی بدنشون خیلی ضعیف میشه و اینو خب باید روی یه ویروس به خصوصی تحقیق میکردن و دیدن که اپشتین‌بار ویروس که یه ویروس خیلی قوی و خیلی آدمو سخت مریض میکنه در بدن اینها خیلی زودتر دوباره فعال شده و اینا رو بیمار کرده. پس بنابراین اثر، یعنی با این تحقیق نتیجه گرفتن که سیستم ایمنی بدن وقتی که ضعیف میشه ما راحت‌تر این ویروس و باکتری و هر چیزی که دور و برمون هست و زودتر به بدن خودمون راه میدیم. یه تحقیق دیگه هم که انجام دادن اینه که دی ان ای یا ژنوم بدن ما که 22,000 تا هست، از این 209 تاش متمایز میکنه آدمایی رو که منزوی هستن و آدمایی که خیلی اجتماعی هستن، و این 209 ژن اثر داره در واکنش های عفونی در بدن، یعنی اثر منفی میذاره روی اونایی که منزوی هستن و اثر مثبت روی اونایی که اجتماعی هستن و خوشحال و خوش برخورد هستن. یک محقق دیگه خانم لورا کوپزینسکی یه تحقیق 20 ساله، یک مطالعه 20 ساله روی افراد بین سن 25 تا 74 انجام داده و با این مطالعه که راجبش کتاب هم نوشته دید که اونهایی که در طی این 20 سال آدمایی بودن که شوق و اشتیاق زندگی داشتن و واقعا زندگی کردن، امیدوار بودن، بیماری های شریان قلبی در اونها خیلی خیلی کم بوده. یعنی بیماری های قلبی یه رابطه مستقیم با این داره که ما در زندگیمون خوشحال نباشیم، امیدوار نباشیم، خوشبین نباشیم. حالا این خانم طبق مطالعاتشون و طبق اون چیزای جزئیاتی که در این بیماران مطالعه کردن دیدن که دو تا عنصر خیلی در این مسئله مهمه. یکی این که آدمایی که خوشبین هستن، یعنی خوشبینی زیر تمام این امید و شوق و اشتیاق وجود داره، و یکی این که این آدما خوب دیسیپلین داشتن، یعنی خیلی تو زندگیشون خودشون میتونستن برای خودشون برنامه ریزی بکنن. حالا این خوشبینی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میدونیم یه وقایع خوبی
یه اتفاقات خوبی قراره در زندگی ما بیفته، ولی ما هم هر کار میتونیم برای اون انجام میدیم. خوشبینی یعنی این. و در مورد دیسیپلین توضیح میدن که دیسیپلین یعنی اینکه آدم یک سری عادات خوب مثل ورزش، مثل غذای سالم خوردن، مثل نفس کشیدن، مثل مدیتیت کردن، اینها رو در زندگیش جا بده و یه سری عادت‌های بد رو ترک بکنه. عادت‌های بد مثل چی؟ مثل سیگار کشیدن، مثل مشروبات الکلی خوردن، مثل اشکالات غذایی داشتن، یعنی پرخوری کردن یا زیادی کم خوری کردن. طبق تحقیقاتی و آماری که من مطالعه کردم، 30% مرگ و میر جوانان ما در ایران علتش ناراحتی‌های قلبیه. خب طبیعیه که وقتی من این مطلب رو خوندم و مطلب این محقق امریکایی، به خودم گفتم که آیا علت مرگ و میر که خیلی تکه متاسفانه در دنیا، که این همه جوان از این بیماری دارن فوت میکنن، آیا به این نیست که یه سری عادات بد در زندگی دارن و اون عادات خوب رو در زندگی ندارن؟ یعنی این دیسیپلین شاید کمه. من مطمئنم یه مقدارش علتهای ژنتیک داره، اما اگر این علتها رو داره، بد نیست یه نگاه دوباره به این مسئله بندازیم که ببینیم خوشبینی در ما وجود داره. آیا ما از این تیپ جوانایی هستیم که فکر میکنیم آره من معتقدم که یه اتفاقات خوبی قراره تو زندگی من بیفته و منم هر کاری که بتونم براش میکنم؟ آیا ما آدمایی هستیم که مواظب غذا خوردنمون هستیم، مواظب این هستیم که سیگار نکشیم، قلیون نکشیم، ورزش بکنیم، نفس بکشیم، یا اینکه کسانی هستیم که به این چیزا اهمیت نمیدیم و برعکس اتفاقا یه سری رفتارهای یا عادات متاسفانه بد هم داریم؟ حالا من در این مورد یه توضیح کوچیکی میدم. داشتم خودم رو برای این برنامه آماده می کردم و از الواح آثار دیانت بهایی بیانی از حضرت عبدالبها خوندم و اون در مورد این بود که 4 تا خصوصیت هست که خدا در انسانها دوست داره. یکیش شوق و شجاعت بود، دومیش لبخند بر چهره انسانها، سومیش این بود که همه چیز رو با چشم خودمون ببینیم نه با چشم دیگران، و چهارمیش این بود که هر کاری رو که شروع می کنیم تموم کنیم. حالا وقتی این شوق و شجاعت رو من خوندم، دیدم که ماها هممون دوست داریم قهرمان‌ها رو ببینیم، کسانی که شجاع هستن. حالا شما میدونید وقتی من میگم قهرمان، منظورم قهرمانان دنیا و اینا نیستن، ولی وقتی توی یه کلاس هستن و یه نفر برای حقیقت وای میسه و حرف راست رو میزنه و نمیترسه، خب یک دفعه ما هممون حالتمون عوض میشه و خوشحال میشیم. وقتی یکی خیلی خوشحاله، شوق داره برای یه چیزی، اونم ماها رو خوشحال میکنه. مثل اینکه مثل بیماری هایی که مصری هستن، اونم سرایت میکنه به ما. دومین چیزی که فرمودن این بود که انسان ها با چشم خودشون به مسائل نگاه کنن نه با چشم دیگران. مثلا ما یه همسایه جدید داریم، یه همکار جدید داریم، میخوایم گوش بدیم به این و اون که چی راجبش دارن میگن، یا اینکه خودمون بریم جلو و تصمیم بگیریم باهاش آشنا بشیم و خودمون در موردش قضاوت کنیم، یا بهتره بگم اصلا قضاوت نکنیم و دوستش داشته باشیم همونطوری که هست. سوم این که انسان‌ها لبخند بر چهره داشته باشن. همون اول برنامه گفتم وقتی که یه نوزاد لبخند میزنه، ما هم ناخودآگاه بهش لبخند میزنیم، و وقتی ما میخندیم اون نوزاد هم شروع میکنه به خندیدن. یه آینه میشه، ما برای همدیگه یه آینه میشیم. بنابراین خوبه که ما همیشه یه لبخندی بر چهره داشته باشیم که ببینیم هم یه اثر مثبت روی سلامتی خودمون داشته باشه و هم بتونیم روی دیگران تأثیر مثبتی بذاریم. چهارمیش این بود که کسانی که یه کاری رو شروع میکنن و تموم میکنن. ما تو زندگیمون جشنهایی که میگیریم به خاطر این چیزاست. مثلا دو نفر تصمیم میگیرن که بالاخره آشنایی رو به یه جایی برسونن و با هم ازدواج کنن، یه عهد و پیمانی ببندن، خب ما اونو جشن میگیریم. یا اینکه یک نفر فارغ التحصیل میشه، دبیرستانش رو تموم میکنه، کالج رو تموم میکنه، دانشگاهش رو تموم میکنه، اونا رو هم جشن میگیریم.
یعنی ما انسان‌ها آخرش عاشق اتمام یه سری کارها هستیم. من چرا اینو با شما قسمت کردم؟ چرا اینو خواستم؟ این بیانو انتخاب کردم؟ برای اینکه دیدم این خصوصیاتی هستن که ما انسان‌ها هم در همدیگه خیلی دوست داریم. و حضرت عبدالبها فرمودن که خدا در انسان‌ها دوست داره. امیدوارم که همیشه به هم لبخند بزنین و با این آگاهی که این لبخندها نه تنها روی سلامتی خودم بلکه روی سلامتی افرادی که دور و برم هستن هم اثر میذاره و روز به روز هم خودمون و هم دیگران رو سالم تر بکنیم. با امید دیدارتون تا برنامه بعدی، روز و روزگارتون رنگی. خیلی قشنگه. قهوه بریز. من خود ژاپنی میرم. So wonderful to see you. I need a hug in this middle of this.